Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. مدیران و کارکنان رادیو ایران KIRN هیچ گونه مسئولیتی در مقابل سخنان کارشناس شرکت کننده در این برنامه را ندارند. هزینه این برنامه توسط کارشناس شرکت کننده پرداخت شده است. راه زندگی، برنامه ای از دکتر شیرین نوروی و دکتر پیمان رؤوفی. مراکز روانشناسی دریچه امید به سرپرستی دکتر شیرین نوروی دارای بورد تخصصی در روانشناسی بالینی و همکاری دکتر پیمان رؤوفی در دو دفتر تارزانا و لس آنجلس آماده ارائه خدمات روانشناسی، تست‌های آموزشی و تحصیلی و روانشناسی تست توبا و استرس تست، بایو فیدبک، نرو فیدبک، EMDR می باشد. جهت تعیین وقت ملاقات حضوری و یا کوچینگ تلفنی با تلفن 818-344-6818 تماس گرفته یا از تارنمای nouravi.com بازدید نمایید. بر روی صفحه فن پیج فیسبوک همراه ما باشید. facebook.com/drnouravi nouravi.com 818-344-6818. صبوری کن، سایه پا در گریز است. خورشید برای باز آمدن است که می رود. نگران نباش. به زودی باردارترین ابرهای شمالی شامگاه گندم و آهو را سیراب خواهند کرد. و ما به راه روشن آرامش خواهیم رسید. فقط کافی است که به قدر سوختن کبریتی تاریکی بی پایان پیش رو را تحمل کنیم. حتما سپید دم سر خواهد رسید. خورشید باز خواهد گشت و واژه های ممنوع نیز وزیدن خواهند گرفت. حتماً سپید دم سر خواهد رسید. با سلام و درود خدمت تک تک شما عزیزان شنونده مهربان و صمیمی برنامه راه زندگی. هر دوشنبه 9 شب بنده دکتر پیمان رؤوفی به همراه همکار خوبم خانم دکتر شیرین نوروی خدمت شما عزیزان میرسیم برای ارائه یک برنامه از موضوعات مختلف روانشناسی.
امشب در غیاب همکار خوبم خانم دکتر نوروی بنده در خدمتون هستم تا ساعتی دیگر، و همینطور همکار رادیویی خوبمون جناب آقای فرشاد بلندیان، کارگردان بسیار با محبت و صمیمی خوبی که انتخابات بسیار خوبی هم دارن در این برنامه و ما رو به ترانه های بسیار شیرینی دعوت می کنند. بند برنامه امشب رو در چند بخش خدمت شما ارائه خواهم کرد. بخش اول رو مربوط به تحقیقاتی است که انجام شده به مناسبت روز جهانی آلزایمر، مطلبی رو دارم در مورد تحقیقی که انجام شده در این رابطه. برنامه سمینار این ماه رو در بعد از این تحقیق خدمتون ارائه خواهم کرد و توضیحاتش رو میدم، و بعد وارد بحث امشب میشیم که میخوام قدری در مورد ارتباطات و دوستی ها و روابط با همدیگه صحبت بکنیم. میگویم با همدیگه برای اینکه دوست دارم اگر که مطلبی هست که شما عزیزان هم دلتون میخواد که با ما در میون بگذارید و نظر خودتون رو هم در این برنامه با ما شیر کنید، میتونید بر روی خطوط رادیو که 323-512-7264 هست تماس بگیرید. خطوط ما باز هستند و میتونید ارتباط مستقیم رو برقرار کنید و صدای گرم شما عزیزان رو هم در این برنامه داشته باشیم. با ما باشید تا ساعتی دیگر 10 شب به وقت محلی لس آنجلس. تازه های روانشناسی. خب دوستان عزیز، تحقیقی انجام شده در دانشگاه سنت لوئیس که چند روز پیش این تحقیقات نتایجش به صورت عمومی به اطلاع عموم و به خصوص محققینی که در رابطه با بیماری آلزایمر تحقیق میکنن رسید. این نتیجه تحقیقات در ژورنال GAMDA جامدا که مخففی هست منتشر شده و به مناسبت روز جهانی آلزایمر که 21 سپتامبر هست در دنیا این تحقیق رو انتشار دادن. دو تا مسئله مهم در این تحقیق درش صحبت میشه. یکی مسئله این هستش که افراد بالای 70 سال خوبه که هر سال به صورت مرتب برای آلزایمر آزمایش بشن و یا اسکرین بشن توسط پزشکی که این کار رو هر سال برای اونها انجام میده تا بتونه تفاوتش رو با سال قبل در نظر بگیره. نشون داده میشه که افرادی که این تحقیقات رو و یا بررسی ها رو در مورد توانایی های عقلی خودشون هر سال انجام دادن خیلی راحت‌تر و زودتر میتونن متوجه بشن که بیماری آلزایمر داره برای اونها اتفاق میفته. مسئله‌ای که در این تحقیق همینطور بهش اشاره شده این هستش که متاسفانه بیماری آلزایمر درمانی نداره و وقتی که اتفاق میفته متاسفانه دیگه راهی برای درمانش نیست، به طوری که بتونیم خیالمون راحت باشه که دیگه بیماری میتونه از بین بره. اما برای پیشگیری میشه کارهای زیادی انجام داد و اتفاقا افرادی که این تحقیق رو انجام دادن به دنبال همین مسئله پیشگیری هستند و میخوان که افراد بالای 70 سال که احتمال ابتلای اونها به بیماری آلزایمر بیشتر میشه بتونن این پیشگیری رو زمان مناسب داشته باشند. توجه دوستان رو به این مسئله جلب میکنم که یکی از تأکیداتی که در این تحقیق انجام شده اینه که افرادی که این اسکرینینگ یا این آزمایش رو برای شما انجام میدن یا پزشکی که این کار رو داره براتون میکنه همون پزشکی باشه که با
توانایی‌های فکری و کاگنیتیو شما آشنایی داره. این رو خدمتتون عرض کنم که اصولا بیماری آلزایمر یک بیماری علاج ناپذیره و با حالت دیمنشیا یا زوال عقلی شروع میشه که متاسفانه باید بگیم از شایع ترین انواع دیمنشیا آلزایمر محسوب میشه و این بیماری آلزایمر اونجاییست که افراد متاسفانه توانایی نگه داشتن اطلاعات جدید رو از دست میدن و نمیتونن بدونن که فرزن نهار خوردن، شام خوردن، چند بار خوردن و کم کم این اختلال انتقال پیدا میکنه به اطلاعات و حافظه قدیمی اونها و حالا اطلاعاتی که در گذشته داشتند و یا حتی افرادی رو که به خوبی میشناختند دیگه نمیتونن شناسایی بکنن. متاسفانه با پیشرفت این بیماری علائمی هم از جمله تحریک پذیری ها، پرخاشگری ها و حتی نوسانات و تغییرات مود یا خلق هم اتفاق میفته. بعد میتونیم باز در استیج های بعدی ببینیم که تکلم و بیان افراد هم سخت میشه و متاسفانه خب با همون از دست دادن حافظه میشه دید که واژه ها و کلمات هم دیگه کنار هم به خوبی نمیتونن قرار بگیرن و ممکنه یک جمله‌ای که داره گفته میشه و بیان میشه با جمله بعدی ارتباطی نداشته باشه. به هر حال تعداد زیادی هستند که متاسفانه به این بیماری آلزایمر مبتلا میشن. مقدار خیلی زیادیش هم ژنتیکی هست، یعنی ژن‌ها هستند که تعیین کننده بیماری آلزایمر محسوب میشن و همونطور که عرض کردم راهی هم براش نیست، اما پیشگیری های خوبی میشه براش در نظر گرفت که به خصوص حالا قبل از اینکه حتی فرد شک بکنند بهش که ممکن این آلزایمر رو داره میگیره، میشه کارهایی انجام داد که توانایی های فکری و مغزی انسان بالا بره. یکی از این تمرین های بسیار خوب مسئله ورزش و حرکات بدنی مناسب هست که میتونه فعال نگه داشتن دو نیم کره مغز رو و ارتباطات بین اونها رو قوی تر بکنه. مطالعه و کار کشیدن از مغز همیشه و همواره میتونه یکی از راه‌های خوبی برای به عقب انداختن محسوب بشه در زمینه زوال عقلی و دیمنشیا و آلزایمر، به این ترتیب که افرادی که کتاب میخونن، جدول حل میکنن، بازیهای فکری رو انجام میدن و ارتباط کلامی دارن با فامیل، دوستان و اطرافیانشون و فقط جلوی تلویزیون نشستن یا روی تخت فقط استراحت نمیکنن، بلکه این ارتباطات باعث میشه که مغز رو استیمولیت میکنه و تحریک میکنه. این تحریک ها باعث میشه که سلول های مغزی با همدیگه بتونن ارتباط مناسب رو برقرار کنن و اون پروسه مایلینیشن ادامه پیدا بکنه و اجازه بده که افراد بتونن در پیام رسانی های عصبی دچار اختلال نشن. به هر حال این تحقیق برای اطلاع عموم در ژورنال های مختلف هم در حال انتشار هستش و در این روز که به عنوان روز جهانی آلزایمر شناخته میشه خوبه که توجهی بکنیم به سلامت مغز خودمون و اینکه چگونه میتونیم با تمرینات مغزی و فکری این سلامت مغز رو برای خودمون داشته باشیم. ژنی که مسئول بیماری آلزایمر هم هست در این تحقیق ازش صحبت میشه به نام ژن APOE که ژنی است که شناخته شده برای بیماری آلزایمر در افراد. به هر حال دوستان عزیز امیدوارم که با استفاده از فعالیت‌های خوب به خصوص در مورد بحثی که امشب خواهیم داشت در مورد دوستی‌ها بتونید این دوستی‌ها و ارتباطات رو همچنان قوی و محکم ادامه بدید، چرا که بسیار میتونه کمک بکنه به شما برای اینکه از دست دادن حافظه و یا آلزایمر دوری کنید. داشتم فراموشت میکردم اما باز دوباره دیدم تو غم ها غوطه ور شدم. چرا داشتم فراموشت میکردم اما تا صدات رسید به گوش من شکستم بی صدا. چرا
داشتی میرفتی از خیال من، خزونی بود بهار من، دیدم تو رو خزونم جون گرفت، این قلب سرد و ساکتم دوباره با نگاه گرم و بیری و با عاشقت زبون گرفت. خب دوست عزیزی رو خط داریم. دوست عزیز با شما هستیم، بفرمایید. با من هستیم؟ بله بفرمایید، با خود شما هستیم. سلام، من 50 سالمه. من حدود 13 سال پیش یه موقعیت خیلی خوبی توی زندگی داشتم، بعد از سال هم مشکلات خیلی زیاد کار خوبی داشتم و متاسفانه بدون دلیل مستقرم اومدن و دوست عزیز یه خود صداتون قطع و وصل میشه، اگر که امکان داره که یه جای ثابتی باشین صداتون رسانیست. الان بهتر شد؟ بله الان یه خود بهتره. بله بله باید بدون دلیل اصلا زندگیم به کلی از هم پاشیده شد و اون موقع به اصرار مادرم گفتن یه آقایی هستن که توی کار فالجی هستن، یا برو فالجی زیادی این آقا از من پول گرفته و حالا دور میشه حالا حالا گرفتم چیزای بی خود کارایی که به هم میگفت انجام دادم و متاسفانه و بعد هم مادرم بودن که رفتن خودشون رفتن ایشون رو دیدن و یه برنامه های برای من به وجود بردن. من میخواستم اگر امکان داره از هموطنها خواهش بکنم سوال بکنم که با این آقا همچه مسئله کسی دیگه داشته یا با کسی دیگه و چطور اینو حلش کردن. من الان درک میکنم بعد از 13 سال که کارهایی که به من کرده و برنامه هایی که سر من پیاده کرده، ولی از اینکه چطوری بتونم از توش بیام بیرون رو به هیچ شما نمیدونم. شما هنوز با این آقا با هم در رابطه هستید؟ نه الان چندین سال نیستم، ولی صبح که بلند میشم از خواب چیزایی که از خواب یادم میاد چیز ایشونو مثلا توی خوابم دیدم، خیلی میاد که مثلا داره به هم صدمه میزنه، حتی توی مثلا سکس به هم تجاوز کرده، یعنی یه چیز خیلی وحشتناک. واقعا هم الان همه چیزی که پلای هم میذارم میبینم که فقط اینتنشن این آدم صدمه بوده و واقعا پای جون من وایساده و آدم خیلی خطرناکیه. بله. اینا رو مثلا دقیقا میدونم شما... ولی اینکه چطور بتونم پای این آدم رو از زندگی خودم حتی اگر ایموشنالی یا فکری هست قطع کنم. بله. شما چند سال با ایشون در ارتباط بودید؟ حدود 5-6 سالی آن اند آف بودم، یه موقعی ازشون سوال مثلا در مورد تصمیم زندگی داشتم زنگ میزدم متاسفانه میپرسم و میکنم واقعا تصمیمایی که گرفتم عرب کرکتر بود و خیلی خیلی دیسترکتیو بود، خیلی به هم ضرر زد. 2-3 سال پیش خیلی حالم خب رابطه عاطفی هم داشتید؟ رومانتیک؟ اصلا نداشتید؟ نه، فقط از ایشون برای زندگیتون مشورت باشون میکردید؟ بله، ولی من فکر میکنم که ناخودآگاه یک چیزی تو وجود من به وجود آورده بودن که از به خاطر اینکه بتونن سوء استفاده بکنن و زندگی منو به هم ضرر بزنن یه طورایی با فکر من بازی کردم، ولی در این حالم برای این بود که به من کمک بکنم با کسی دیگه ازدواج بکنم. برای این بود که خب ایشون چی بودن؟ مشاور بودن؟ روانشناس بودن؟ نه میگم از این آدم هایی که خدای محله بودن نه از این آدم هایی که توی مجله برنامه گذارن آگهی میذارن که فالگیر هستن و منم خدایش اصلا تو این برنامه ها نبودم. از این آینه های 300 ساله میخریدین و میشکستن براتون؟
واقعا نمیگم از تصمیم خودم نبود و نمیدونم چرا به حرف مادرم گوش کردم و بعدها متوجه شدم که خیلی چیز اشتباهی بوده. ولی میگم الان نمیتونم هنوز خودم رو یه طوری زندگی ما از دست این مسائل بکشم بیرون. اون وقت شما، من دقیق نفهمیدم، شما هنوز با ایشون دارید مشورت میکنید و در ارتباط هستید یا دیگه کامل دیگه کنار گذاشتید؟ ولی خب مشورت هایی که به شما دادن باعث اذیت و آزار شما شده بود؟ خیلی زیاد باعث شدن که واقعا هر چیزی که زندگی داشتم از دست بدم، نظر مالی، از نظر از هر نظر و از نظر health هم نیستم، واقعا خیلی آزار دیدم، آزار شدم و کارایی به خودم کردم که اصلا وقتی فکر کنم قابل درک کردن نبود. تا به حال که نمیتونم چرا من این تصمیم رو گرفتم و چرا این کارا رو کردم. حالا که یه مقدار وقت گذاشتم روی خودم و کار کردم و متوجه شدم که تمام این مسائل از اون موقع شروع شده بوده و مادرم هم اومد گفتش که من رفتم این آقا رو دیدم که کار تو رو با فلانی درست بکنه، که این فلانی نه من این شدی داشتم، نه اصلا امکانش بود، نه اصلا چیزی بود که قابل صحبت باشه. ولی سامها این آقا رو توی زندگی من کشیدن بدون اینکه من خودم تصمیمی داشته باشم یا مادر محترم شما به ایشون اعتقاد داشتند که میتونه کمک بکنه. مادر من فکر کنم یه آدم خیلی بدیه و خیلی کارای شناخته شده است که کارای بدی به مردم کرده و اینم فکر کنم با نیت بدی کرده بوده. من اون موقع نمیفهمیدم. خب متاسفم از این داستانی که میشنوم، ولی از یه طرف خوشحالم که این را روی خط رادیو فرمودید و دوستان عزیزانی که بعضن ممکنه به مسائلی از این دست اعتقاد داشته باشن و فکر بکنن افرادی ممکنه با انرژی ها و امواج یا دیدن طالع کسی و یا مسائل خرافی و اینجور چیزها بتونن زندگی افراد رو تغییر بدن، متاسفانه امکانش نیست و بسیار هم میتونه ضرر رسان باشه و زندگی افراد رو واقعا به هم بریزه. برای اینکه این کارها مسلماً بدون داشتن تحصیلات و بدون آگاهی ها از نوع افکار و نوع احساسات و مسائلی که از این دست هست. ببینید اصولاً متخصصینی که در رشته روانشناسی و یا مشاوره خانواده و مسائلی از این دست کار میکنن، افرادی هستن که تحصیلات دانشگاهی دارن و بعد یک اتوریتی یا یک دستگاهی اونها رو نظارت میکنه و میتونه شکایت رو بگیره، بررسی بکنه، اگر لایسنس اونها رو لازم ازشون بگیره و این کارها انجام بشه. در اینجور مواقع وقتی افراد از این کارها انجام میدن و یا فالگیر هستن یا آینده رو میتونن تشخیص بدن و نمیدونم انرژی میدن و از این مسائل، متاسفانه رسیدگی نمیشه و امکان این که بشه پیگردهای قانونی رسمی بعضن انجام داد وجود نداره و متاسفانه این افراد به کار خودشون ادامه میدن. و ما هستیم که باید یه مقداری اون سطح آگاهی خودمون رو بالا ببریم و ببینیم که چطور ممکنه یک انسانی که ادعا میکنه به مسائلی از این دست بتونه زندگی ما رو دگرگون کنه و بتونه به خوبی تغییر بده، در حالی که این توانایی رو مسلماً نداره. متاسفانه در بعضی از، همونطور که شما اشاره کردید، مجلات و یا رسانه های خودمون میبینیم که خب این افراد پول میدن و وقت رو یا صفحه رو میخرن و در اون زمان یا صفحهی که در اختیارشون قرار میگیره همه گونه ادعایی رو مطرح میکنند و متاسفانه این ادعاها رو افرادی که دسپرت هستند و حس میکنند که نیاز به کمک دارن و کمک فوری دارن و سریع باید این مسئله شون حل شه، فرزن شیعی رو گم کردن، میخوان سریع پیدا کنن، حلقه شون رو گم کردن، میترسن فرزن شوهرشون بفهمه، ناراحت بشه که این حلقه شون گم شده، بلا فاصله میرن سراغ افرادی که بتونن در آینه و در این و در آب و مسائل مختلف ببینن که اون حلقه رو کی برداشته و کجاست و بعد همین میشه یک شروعی که این ارتباط
اشتباه و غلط رو میتونه ادامه پیدا بکنه، حالا سوالات دیگه، حالا مسائل دیگه. و این دسپرت بودن افراد رو میبره به سمت خرافات، مسائل غیر واقعی و غیر علمی و متاسفانه نتایج بدی داره. من متاسفم برای شما. اما این که چگونه شما بتونید با این مسئله کنار بیاید اینه که شما بپذیرید که شخص خود شما اشتباه کردید. این رو بپذیرید و مقداری کمک خودتون بکنید که بتونید خودتون رو ببخشید برای این اشتباهی که شخص خود شما کردید با اعتمادی که به این انسان کردید. زمانی که ما اشتباه میکنیم و همه ما هم اشتباه میکنیم و اگر بپذیریم که اشتباه کردیم، فقط تنها قسمتی که باقی میمونه اینه که از این اشتباهمون چی یاد گرفتیم. وقتی که از اون اشتباه یاد بگیریم که من به راحتی نمیتونم وارد اینجور مسائل شم و امیدم رو بدم دست یک مسئله واهی، اون وقت سطح آگاهی خودم رو بالا میبرم و سعی میکنم از این به بعد چشمهام رو بازتر، گوشهام رو شنواتر بکنم تا بتونم تشخیص بهتری در مورد مسائل بدم. وقتی که مسئله اشتباه رو ما پذیرا باشیم، شاید مادر شما هم اشتباه کرده و این هم یک میستیک و اشتباه از سمت ایشون بوده، راحت‌تر خودم و او رو میتونم ببخشم و عبور بکنم. اگر ما نبخشیم، همیشه به اون مسئله گیر میدیم و یه جوری استاک میشیم. وقتی رو اون مسئله اون گیر رو پیدا میکنیم، مطمئنن شبها به خوابمون میاد، روزها افکارمون رو درگیر میکنه و نه فقط اون چند سالی که با ایشون در ارتباط بودید و سوال میکردید و ایشون به شما جواب غلط میدادن باعث ضرر شما شد، بلکه امروز هم بعد از اون سالها همچنان در ناراحتی و آزار خواهید بود. بهترین کار اینه که این مسئله رو به عنوان یک اشتباهی در گذشته پذیرا باشید و بعد از این مرحله پذیرش یا اکسپتنس بیاید از این به بعد ببینید حالا من این راه زندگی خودم رو چگونه بهتر میتونم برم. ما همیشه وقتی که داریم به بالا حرکت میکنیم، از اون پله های پایین تر باید عبور بکنیم تا به اون بالاتری ها برسیم. این هم یک پله پایین تری بود که شما ازش عبور کردید. اگر این گونه نگاه بکنید و با این acceptance در زندگی حرکت بکنید، کم کم دیگه این مسئله رو فراموش خواهید کرد. یادتون باشه من این نکترم بگم، بعد فکر میکنم آگهی رو باید بریم و بعد باز میتونیم برگردیم خدمت شما. این موضوع رو هم خدمتتون بگم که ما بعضی از مسائل رو در افکار خودمون بسیار بهش عادت میکنیم و اینها افکار اتوماتیک ما میشن. بسیاری افراد میان به ما میگن که دکتر من نمیتونم فکرمو کنترل کنم، فکرها سراغ من میان، دست از سر من بر نمیدارن. ولی در واقعیت وقتی نگاه بکنیم، این ما هستیم که اون فکرها رو در درون مغز خودمون میپرورونیم، شاخ و برگ میدیم به امید اینکه بتونیم راه حلی و یا جوابی برای سوالات خودمون در رابطه با اون فکر پیدا بکنیم. اما نمیدونیم که متاسفانه برای بعضی از سوالات راه حل و جوابی وجود نداره. دوست عزیز با ما باشیم، میریم در کوچه باغ آگهی ها قدمی میزنیم و برمیگردیم. داشتم فراموشت میکردم، اما باز دوباره دیدم تو غم ها غوطه ور شدم. چرا؟ داشتم فراموشت میکردم، اما تا صدات رسید به گوش من شکستم بی صدا. چرا داشتی میرفتی از خیال من، خزونی بود بهار من، دیدم تو رو خزونم جون گرفت، این قلب سرد و ساکتم دوباره با نگاه گرم و میری و باشد. KIRN Radio Iran. Radio Iran. برای آگاهی از بالاترین دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه در اثر اتفاقاتی که به منزل شما آسیب وارد کرده و آشنایی با حقوقتان در قبال پرونده‌های دارویی، همین پنجشنبه ساعت 6 بعد از ظهر به صحبت‌های وکلای برجسته فرشید عبیر و الکس کوهن توجه فرمایید. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند. لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی دارد و در مقایسه با
متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید. لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست. من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید. این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700. Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills. اگر از لیس BMW و یا لکسس خود خسته شده اید، سری به Audi Beverly Hills بزنید و اتومبیل خود را اپگرید کنید. Audi Beverly Hills. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس. مراکز روانشناسی دریچه امید به سرپرستی دکتر شیرین نوروی دارای بورد تخصصی در روانشناسی بالینی و همکاری دکتر پیمان رؤوفی در دو دفتر تارزانا و لس آنجلس آماده ارائه خدمات روانشناسی، تست‌های آموزشی و تحصیلی و روانشناسی تست توبا و استرس تست، بایوفیدبک، نروفیدبک، EMDR میباشد. جهت تعیین وقت ملاقات حضوری و یا کوچینگ تلفنی با تلفن 818-344-6818 تماس گرفته یا از تارنمای nouravi.com بازدید نمایید. بر روی صفحه فن پیج فیسبوک همراه ما باشید. facebook.com/drnouravi nouravi.com 818-344-6818. دوستان عزیز، دکتر پیمان رؤوفی هستم در غیاب خانم دکتر شیرین نوروی در برنامه راه زندگی. هر دوشنبه 9 شب به وقت محلی لس آنجلس خدمت شما هستیم به مدت 1 ساعت. با دوست عزیزی صحبت می‌کردیم که ادامه میدیم. بفرمایید خانم. بله، من حتی که گفتین خیلی قبول دارم که واقعا آدم قبول بکنه و خودم با خودم اینو حل کردم، قبول بکنم یه اشتباهی کردم و سرنوشتم دادم دست کسی که آویستی اصلا نه تنها کمک در نظرش نبوده، فقط میخواست سو استفاده بکنه و برای خود وجود خودش فقط این کار انجام میده. چیزی که من بعد چندین سالم باشون نکمستم، ولی چیزی که من الان برام خیلی مشکله که ریزالتش بکنم اینه که اون موقعی که برای خود من کمک کنم که من اصلا یه اتفاقاتی برام بیفته، حالت خیلی ناشناخته بود و نمیتونستم درک نمیکردم که چی به چه اتفاقی میفته. چون در تماس بودم گفتن که بله یه عده دارن به شما انرژی بد میفرستن و من یه نفر رو چند نفر رو هایر کردم من نکست ویک ما با این دیل بکنیم شب. و من از چیزی گفتن احساس گوشام حس میکردم مثل اینکه کسی با هم حرف میزنه. زنگ زدم به اینا و گفتم این من میترسم این مسئله که داری پیش میاد توش که نه تو اینقدر همه به احساس کردن شما عزیز. یه خود صداتون دوباره یه خود عقب و جلو میره. بعد گفتم که نه ما کار بدی نمی کنیم، تو چون همه به احساس کردن بدبینی و الان فکر میکنی که ما داریم به احساس میکنیم، تو اجازه بده ما کارمونو بکنیم. و من از اونجا میدونم که ایشون و من اجازه با چه میدونم سادگی خودم اجازه به ایشون دادم که به من کانکت بکنه یا سامها به وجود من با سابسانجست من در تماس باشه و الان حس میکنم که شب و صبح که من بلند میشم این حالت ها رو دارم. چیزایی که در عرض شب مثلا به من تلپاتیکلی با من حرف میزنن یا سمها با ساختنشت من حرف میزنن که از اون تحصیل داره، افتادیه که واقعا حس میکنم در مال من نیست و قبول دارم تحصیل داریم که اون وجود منه که فکر منه، من باید بتونم بود کنترل داشته باشم و اجازه ندم. ولی سمها یه مقدار کمک لازم دارم به این که اجازه به این ندم که هر چیزی فکر من میاد
اختیار فکر منو بگیره و جلو بره و همونجا صافش بکنم، زندگی خودمو بکنم. بله، ببینید، اول اینکه اصولا این مسئله که کسی بتونه به صورت تلپاتی یا انرژی روی کسی تأثیر بذاره، متاسفانه من باید خدمتتون بگم که من بهش اعتقاد ندارم و معتقد نیستم. اما بعضن این که افراد بتونن با تلقین‌ها و یا افکار و یا صحبت‌های اشتباه و غلط به نوعی افکار و سیستم‌های فکری اشتباه رو در افراد جا بیندازند، این میتونه باشه. به خصوص اینکه شما فردی بودید که وانربل بودید و خطرپذیر بودید و شاید بشه گفت ششدنگ حواستون رو در اختیار این انسان گذاشتید که بتونه با مسائلی که میگه شما رو اون تغییرات سیستم فکری رو درتون به وجود بیاره. متاسفانه این اتفاق ممکنه بیفته. من فکر میکنم اگر شما براتون امکان داشته باشه با یه تراپیست خوب صحبت بکنید و یه سری از این سیستم های فکری خودتون و ریالیتی چکی رو که بتونید با واقعیت های زندگی خودتون داشته باشید، میتونید در چند جلسه اینها رو برطرف بکنید و به اون حالت اوکی و نرمالی که قاعدتا با سیستم فکری مادرش حرکت بکنه و اون هومیوستیسیز رو داشته باشه برگردید. بسیار سخت نخواهد بود اگر که خودتون بخواید این کارو بکنید. یه سری ابهامات فکری در شما ایجاد شده که اگر اونا برطرف بشه میتونید روزگار رو به خوبی سپری بکنید. خوشحال شدم از اینکه به برنامه ما گوش میکنید و ممنونم از نکته‌ای که گفتید. امیدوارم شنونده های خوب ما هم این مسئله رو دقت بکنن بهش که اهمیت بالایی داره که ما به مسائل خرافی و غیر واقعی توجه نکنیم و از کانال های صحیح علمی وارد بشیم. سپاس. من یه سوال دیگه هم خیلی سریع ازتون بپرسم. بفرمایید که ما شنونده های دیگه هم داریم. سلام، میدونین که من با ایشون تماس بگیرم بگم آقای مثلا دانیل دیگه با من کاری نداشته باشین؟ یعنی نه خانم عزیز، نه شما خودتون خیر، شما خودتون بپذیرید. خیر، شما این کاری که بکنید در وجودتون یه قدرتی ایجاد میکنید برای ایشون. شما وقتی این حرفو به خودتون میزنید، یعنی این آدم قدرت داره که بتونه رو من تاثیر بذاره و کار بدی برای من انجام بده. شما همین الان بپذیرید که این آدم هیچ قدرتی نداره، اون قدرتش رو هم شما بهش دادید و همین الان شما اون قدرت ازش بگیرید. یعنی این قدرت از اول هم نداشته که بهش داده بودید. به هر حال نه، بقیده من این کارو نکنید. شما برید دنبال سیستم فکری و واقعی خودتون و اون رو پیدا بکنید و موفق خواهید بود. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. یک جای تشکر. زنده باشید. مرسی. خداحافظ. دوست عزیز، مرسی که پشت خط بودید. بفرمایید. الو، سلام آقای دکتر. سلام به شما. شبتون بخیر. شب شما خوش. دکتر، یه مسئله توی خانواده هست. یه زن و شوهرن که زیاد رابطه خوبی ندارن، بچه ها بزرگ شدن، تحصیل کرده شدن و الان هرچی خواستگار براشون میاد، این مادره پروازشون میده و نمیذاره که زندگیشون شروع بشه و زندگی بکنن. چی کار باید کرد؟ نظر شما چی؟ خب این مادر پروازشون میده، مادره میخواد این بچه ها رو چه کار بکنه؟ ترشی چیزی میخواد بندازه؟ میخواد نگه داره که چه میدونم مواظبش باشن. نمیدونم. خب حالا تا جایی که ما میدونیم، مادر و پدرها آرزوی دیدن موفقیت و خوشحالی و ازدواج و عروسی فرزندانشون رو دارن. بله. حالا اگر که این مادر عزیز یه مقداری روی کاندیداهایی که برای بچه هاشون میان یه خورده وسواس داره، حساسیت بالا داره، نمیپسنده و فکر میکنه اینها در خور و شایسته فرزندانش نیستن، یه داستان دیگه. دختر بزرگش پزشکی خونده و یه خواستگار متخصص پزشکی هم اومده خواستگاریش. چه خوب چه بد، بدون اینکه اصلا بذاره بچه‌ها بفهمن، میگه نه نمیخوام، نمیذارم، تلفن رو قطع میکنه و میجنگه با مسئله. من نمیتونم بفهمم، نمیدونم. خب متاسفم. حالا اینجور که شما میفرمایید ممکنم هست، چون بالاخره بعضی از افراد هم هستند که در اون قانونی که بنده گفتم نمی گنجند و یه مقداری نگرانی ها از آینده خودشون و یا تنهایی خودشون ممکنه باعث یه همچین مسئله‌ای بشه. اما خب در این شرایط هم باز این بچه ها هستن که یه مقداری باید برای خودشون تصمیم بگیرن و بتونن ببینن که برای آینده چه میخوان بکنن. اگر ازدواج از مسائلی است که
که به دنبالش هستن و براش اهمیت قائلن برن به دنبال ازدواج و بتونن افرادی رو که خودشون میپسندند و میخوان انتخاب بکنن. متاسفانه به نظر میاد که این مادر یه مقداری نگرانی شدید و بالا و انگزایتی داره، استراب داره و این استراب و انگزایتی باعث میشه که مقداری از آینده، حالا آینده خودش، تنهایی خودش و مسائل مربوط به بچه‌ها هراس داره. این هراس باعث میشه که این دست به این جور کارها بزنند. من فکر میکنم الان بیشتر مسئله توپ در زمین بچه ها هست که با این توپ بازی بکنن و اون توپ همون آینده اون هاست، انتخابات اون هاست و اینکه برای زندگیشون و زندگی مشترک و زناشویشون چه تصمیمی میخوان بگیرن، با چه فردی میخوان ازدواج کنن. شما اگه نسبتی با این خانواده دارید، بله، بچه ها رو تشویق بکنید که اون چرا که میخواهند و صلاح خودشون میدونن انتخاب بکنن و تصمیم بگیرن و با همون برن جلو. مادر رو نمیشه خیلی حالا اینجا اذیتش کرد، چون مادر که الان تماسی نگرفته و نیامده که به دنبال راه حل بگرده، ولی بچه ها رو میشه روشن کرد و تشویقشون کرد که اونگونه که میخواهند برای زندگی خودشون تصمیم بگیرن. آی دکتر قربونت برم، فکر میکنید که حسادتی چیزی تو کاره یا اینکه مثلا میگه من ازدواج کردم کافیه، حالا بذار دیگه اینا ازدواج نکنه؟ خب حالا این استدلالای شما هم میتونه باشه، من نمیتونم بگم نه، برای اینکه بله من دیدم مادر پدرهایی که قدری به فرزندانشون هم حسادت میکنند. اینه که این رو کامل نمیتونم رد بکنم، اما واقعیت داستان رو تا نبینیم و نشنویم و من خودم صحبت نکنم با این دوستان نمیتونم تشخیص بدم که در مغز و فکر این مادر عزیز ممکنه چه مسائلی میگذره، ولی خب این هم احتمالش هست. خیلی ممنون، تمنا میکنم. مرسی که تماس گرفتید، متشکر از شما. یه احساس عجیب دیگه میخوام، همونی رو که قلبم میگه میخوام، یه صبح دیگه و یه حال تازه، یه رویایی که آرامش بسازه. یه احساس عجیب دیگه میخوام که پیداش میونه عشق چشما، دلم میخواد روی ابرا بشینم تا دنیا رو از این بهتر ببینم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. سمینارها و برنامه‌های این ماه ما. خب دوستان عزیز که پشت خطها هستند، بنده معذرت میخوام به دلیل اینکه برنامه کمی فشرده هست، برنامه رو ادامه میدیم و امیدوارم که بعد از پایان برنامه بتونم با شما عزیزان پشت خط صحبت بکنم و آقای فرشادم لطف میکنن و این دوستان رو روی هولد اگه بگذارید ممنون میشم. خب برنامه سمینار ماه سپتامبر ما همین شنبه 26 سپتامبر از ساعت 2 تا 4:30 بعد از ظهر در سالن اجتماعات انسینو یا انسینو کامیونیتی سنتر برقرار هستش. صحبت روانشناسی ما در رابطه با شخصیت‌های مختلف انسان و تست‌های شخصیتی است که در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و این سمینار رو ارائه می‌کنیم. مهمان عزیزی داریم، خانم هلن از سازمان خدماتی هلت کیر مهمان ما هستند در این برنامه که در باره سرویس ها و خدماتی که برای سالمندان عزیز فراهم هست با شما عزیزان صحبت میکنند و در این زمینه اطلاع رسانی میکنند. مهمان بسیار بسیار خوبی هم داریم که اجرای برنامه میکنن با صدای گرمشون و عزیزانی که به سمینار آمدن در برنامه پروفامیلی رو سرگرم میکنن، آقای علی دانیال، هنرمند خوبمون آقای علی دانیال و همراه آقای پرجاد و بابک خرمی در کنار ما خواهند بود و پس از پایان سمینار روانشناسی و مهمان برنامه، برنامه انترتینمنت و هنری رو برای شما عزیزان خواهند داشت. این برنامه رایگان هست و کارت ورودی نداره، فقط کافیست که 2 تا 4:30 بعد از ظهر در انسینو کامیتی سنتر باشید، واقع در 4935 بلبوآ بولوارد شهر انسینو.
تلفن دفاتر رو هم خدمتون میدم که اگر دوست دارید اطلاعات بیشتری در رابطه با سمینار روانشناسی ماه سپتامبر ما داشته باشید میتونید با ما تماس بگیرید. 818-344-6818 تلفن دفاتر ما در لس آنجلس و تارزانا هست. 818-344-6818 بحث امروز ما. خب بحثی رو که برای این برنامه فکر کردم که شاید جالب باشه در رابطه با دوستی ها و ارتباط هست، ارتباط یا کامیونیکیشن و همینطور دوستی و فرندشیپ یا حتی ریلیشنشیپ. ما انسان ها به واسطه این که روابط اجتماعی برای سلامت و بهداشت روان ما بسیار بسیار با اهمیته، به نوعی نیاز به این ارتباط و دوستی ها داریم. طبق هرم نیازهای انسانی که آقای آبراهام مازلو معرفی کردند، بعد از طی کردن نیازهای جسمی و بعد نیازهای امنیتی، نوع سومی که عالی و والا هست از نیازهای انسانی داریم که نیاز تعلق هست. نیاز تعلق یا بلانگینگ نیازی است که ما رو میتونه به تعلق داشتن به گروه، جامعه، کامیونیتی، انجمنها و دوستیها و صمیمیتها سوق بده. اونجایی که ما به دنبال این هستیم که با این حس تعلق و بلانگ کردن با افراد رابطه برقرار کنیم، رابطه های دوستی، رابطه های کاری، رابطه های حتی زناشویی و عاشقانه و رمانتیک، و از این حس بلانگینگ و تعلق به نوعی نیاز عالی و والای خودمون رو برآورده بکنیم. از اونجایی که همه ما انسان‌های اجتماعی آفریده شده ایم، این نیاز اجتماعی بودن و ارتباط داشتن برای ما بسیار با اهمیت و مهم محسوب میشه. حالا بعضی از افراد هستند که میبینیم خیلی اجتماعی نیستند و یا اصطلاحاً سوشال نیستند. این افراد حالا یا به حساب این که ممکنه خجالتی باشن و یا نوع شخصیت اینتروورت و درونگرایی داشته باشن، یا اینکه مهارت‌های روابط اجتماعی رو نیاموختند و خب در پی همه اینها اعتماد به نفس خوبی ندارن، در نتیجه در جمع‌ها و گروه‌های مختلف نمیتونن ارتباط مناسب و کامیونیکیشن درستی داشته باشن. همیشه نگران این هستن که افراد در حال قضاوت کردن اونها هستن، در نتیجه به جای اینکه بیان به کامیونیکیشن و ارتباط صحیح بپردازن، همش مراقب حفظ آبرو و ظاهر خودشون خواهند بود. در این که ارتباط داشتن و در پی اون دوستی برقرار کردن و ارتباطات صحیح و سالم میتونه در پرورش و رشد و شخصیت انسان از کودکی مؤثر باشه و او رو موفق تر و حتی در زندگی خوشحال تر بکنه شکی نیست. ما زمانی که کودک هستیم، صرف این که یک فردی داره با ما بازی میکنه و اون بازی های کودکانه رو میتونیم با او تقسیم بکنیم برای ما کافی است. یک کودک انسانی زمانی که یک همبازی داره و یا پلی دیت داره بسیار خوشحاله. گاهی وقتا میبینیم کودکان خردسال حتی به صورت موازی دارن بازی میکنن، هر کدوم در یک گوشه ای از اتاق مشغول بازی کردن هستند، اما از همین بازی کردن جدا جدای خودشون لذت میبرن. از همون جاست که انسان اجتماعی بودن رو میتونه یاد بگیره و این یکی از نیازهای او رو برآورده میکنه.
زمانی که ما به سنین تینیجری میرسیم و یا حتی به میانسالی و جوانی و بزرگسالی و غیره، اونجاست که حالا دوستی ها برای ما معنا پیدا میکنن و دنبال افرادی میگردیم که با اونها اشتراکات داشته باشیم، زمینه های مشترکی داشته باشیم. حالا اگر ما فرزند کوچیک داریم، اونها هم فرزندان کوچیکی داشته باشن که بتونیم با این اشتراک خودمون یک دوستی بهتری رو داشته باشیم، یا اینکه به هم دیگه نزدیکی جغرافیایی داشته باشیم، یا هم فرهنگ و هم زبان باشیم. و در افراد دنبال این میگردیم که اونها هم صریح و صادق باشند، راستگو و آنست باشند و با ما نخوان بازی بکنند. دنبال افرادی میگردیم که اونها هم شنوندگان خوبی باشند، بتونن اکتیو لیسنینگ داشته باشند، بتونن به خوبی به ما گوش بکنند، ما رو قضاوت نکنن، از ما ایراد نگیرن. پس ما عوامل مختلفی رو در پیدا کردن دوستها در نظر میگیریم که حالا بتونیم با اونها با این نقاط مشترکمون دوستی بکنیم. و خب اگر این اتفاق بیفته بین دو نفری که میتونن رابطه رومانتیک و رابطه عاشقانه و صمیمی یا اینتیمت هم داشته باشن، که خب میتونه منجر به ازدواج و روابط جدیتری هم بشه. در همه این حالات اونچه که بسیار مهمه مسئله ارتباط و کامیونیکیشنه. چگونه ما میتونیم یک ارتباط رو آغاز بکنیم، یک ارتباط رو نگه داریم و گسترش بدیم و بتونیم صمیمی و صریح و صادق نگهش داریم. خب اینها فنون و مهارت هایی رو لازم داره که ما خوبه در دوران کودکی و نوجوانی اینها رو یاد بگیریم. بله، در بعضی از ارتباطات هم انسان اشتباه میکنه، ارتباط بدی رو آغاز میکنه، با انسان مناسبی این ارتباط رو شروع نمیکنه، و یا حتی اگر ارتباطی هستش که از او یک انسان دیگری داره کمک میگیره، مثل شنونده عزیزی که تماس گرفتن، ممکنه اون ارتباط درستی نباشه یا اون فردی که داره این گونه مشاوره ها و مشورت ها رو میده از کوالیفیکیشن ها و کیفیت های درستی برخوردار نباشه و این ارتباط ما رو اشتباه میکنه. و یا حتی ارتباطات زناشویی رو میبینیم که اتفاق میفته، اما متاسفانه به دلایلی این ارتباط کار نمیکنه. حالا بعضیا میگن تفاهم نداشتیم، بعضیا میگن فرهنگمون یکی نبود، بعضیا میگن تقصیر اون طرف مقابل بود، تقصیر من نبود و مسائلی از این دست، اون ارتباط هم ممکنه شکست بخوره. یادمون باشه در یک ارتباط صحیح و درست ما باید بتونیم نظر و یا دلگیری و یا دلخوری خودمون رو به زبان خیلی ساده برای فردی که با او ارتباط داریم برقرار میکنیم بگیم. متاسفانه در بسیاری از حتی دوستی ها، حالا روابط زناشویی به کنار، حتی در دوستی ها میبینیم افراد با هم دیگه قهر میکنند. قهر کردن یکی از اون اشکالاتی است که در یک رابطه میتونه به وجود بیاد. چرا که وقتی از طرف میپرسیم خب چرا قهر کردی، میگه قهر کردم که او مجازات شه، قهر کردم که او متوجه اشکالش و ایرادش بشه، به این ترتیب که فرد حاضر نیست با اون دوست خودش یا همسر خودش کلاماً صحبت بکنه و اون مسئله‌ای که او را ناراحت کرده رو با او در میون بگذاره و بهش بگه من از این مسئله ناراحتم و از این مسئله دلخورم. و همیشه این انتظار و توقع وجود داره که خودش باید بفهمه، خودش میدونه اشکال کارش چیه. و این یکی از اون ایراداتی است که در ارتباط وجود داره. زمانی که ما ارتباط برقرار میکنیم باید صریح و صادق باشیم، حرفمون رو بزنیم، به جای اینکه داستان ها رو بپیچونیم و مسائل رو در حاشیه ها و لایه های بدی بپیچونیم و بگیم، بیایم صریح و صادق صحبت بکنیم، بیایم نگاه چشمی و آی کانتکت رو با فرد برقرار کنیم، بیایم گوش شنوا داشته باشیم. در ارتباط اکتیو لیسنینگ بسیار مهمه. اگر کسی با من صحبت میکنه، قرار بر اینه که من به چشمهای او نگاه بکنم، سرم رو تکون بدم، برخی از عبارتهای او رو تکرار کنم که او کاملا متوجه باشه که من دارم به او گوش میکنم، به جای اینکه با تلفنم دارم بازی میکنم، ایمیلم رو چک میکنم، به یه ور دیگه نگاه میکنم و مسائلی از این دست. به اون فرد این رو نشون میده که من برای تو اهمیتی قائل نیستم و این میتونه متاسفانه در ارتباط برقرار کردن و کامیونیکیشن ایراد ایجاد بکنه و یا منجر به دوستی خوبی نمیشه یا دوستی رو از بین میبره.
ما همیشه باید یادمون باشه که قرار نیست برای افراد موعظه بکنیم و یا لکچر بدیم. قراره یک مکالمه دو طرفه ای باشه که همونقدر که شنونده هستیم گوینده باشیم، یا اونقدر که گوینده هستیم شنونده باشیم. خب جناب فرشاد بلندیان اشاره میکنن که وقت برنامه ما رو به پایان هست. دوستان عزیز و صمیمی که تا این ساعت شنونده برنامه ما بودید، ازتون سپاسگزار هستم. دفاتر ما در دو دفتر لس آنجلس و تارزانا واقع هست. بنده دکتر پیمان رعوفی و همکار عزیز و خوبم خانم دکتر شیرین نوروی، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست، در این دو دفتر در خدمت شما عزیزان هستیم برای ارائه خدمات روانشناسی، مشاوره قبل از ازدواج و مسائل کودکان و نوجوانان، انتخاب رشته و دانشگاه و آزمون‌های روانشناسی تحصیلی و آموزشی که برای شما عزیزان میتونیم انجام بدیم. تست تووا و همینطور سرویس های بایو فیدبک، نرو فیدبک، EMDR همه در دفاتر ما قابل انجام هست. اگر که وقت حضوری خودتون رو می‌خواید تعیین بفرمایید و یا اینکه کوچینگ تلفنی لازم دارید، میتونید با دفاتر ما تماس بگیرید. 818-344-6818. امیدوارم که روز و شب خوبی داشته باشید و تا هفته آینده دوشنبه 9 شب شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شب خوش. مراکز روانشناسی دریچه امید به سرپرستی دکتر شیرین نوروی دارای بورد تخصصی در روانشناسی بالینی و همکاری دکتر پیمان رعوفی در دو دفتر تارزانا و لس آنجلس آماده ارائه خدمات روانشناسی، تست های آموزشی و تحصیلی و روانشناسی، تست تووا و استرس تست، بایو فیدبک، نرو فیدبک، EMDR می باشد. جهت تعیین وقت ملاقات حضوری و یا کوچینگ تلفنی با تلفن 818-344-6818 تماس گرفته یا از تارنمای نوروی.com بازدید نمایید. بر روی صفحه فن پیج فیسبوک همراه ما باشید. facebook.com/drnoravi. nuravi.com 818-344-6818. هزینه برنامه‌ای که شنیدید توسط کارشناس شرکت کننده در برنامه تأمین شده است. مدیران و کارکنان رادیو ایران KIRN هیچ مسئولیتی درباره سخنانی که ایراد شد بر عهده ندارند.